این برنامه به همکاری مؤسسه صحت روانی افغان روان، انستیتیوت علوم صحی و مؤسسه تحصیلات عالی عاطفی به شما تقدیم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. علیکم. توی خانه سلام. علیکم. همگی خوبین؟ چون هر دفعه من با دوستان داخل خانه سلام علیک میکنم از شما یاد میبره، واقعا معذرت. خب امیدوارم که همیشه شاد باشین، سر حال باشین. ادامه بحث خود پیش میگیریم درباره اثرات همدلی بود. تا یک محدوده ما پیش رفتیم، عامل گفتیم در طرف این احساس خوشایند و مثبت گفتیم، تا تقریبا تا مرحله ششم و هفتم رسیدیم. هفتم میگیم در تحکیم روابط همسران میتواند نقش مهمی داشته باشد. اینم که گفتیم احساس آرامش و قوه ادراک فرد رو افزایش میده. وقتی ما آرام میشیم، ببینید زمانی که ما تنش داریم نمیتونیم فکر کنیم، وقتی استرس زیاده، وقتی خشم زیاده، اونجا کسی فکر نمیکنه. یعنی چطوری؟ وقتی شما خشم شما خیلی زیاد هست چه اتفاقی میفته؟ میخواین همو عامل خشم از بین ببرید، درسته؟ و فقط به همین فکر میکنیم. در اون لحظه دیگه شما به آرامش رو نمیخوام، من آرام هستم، بیشتر فکر نمیکنیم. به خاطر همو از که همدلی کمک میکنه که شما آرام بشید و قوه ادراکی شما بتونه کار کنه، فعالیت کنه، که آیا ما واقعا همین کار رو بکنیم یا نکنیم. یک وقت میشه اشتباه میشه، یک وقت میشه که درست از آب در نمیاد، موجب افزایش اعتماد به نفس میشه، زمینه شناخت بهتر و بیشتر از دیگران فراهم میکنه، روابط خانوادگی و اجتماعی بهبود میبخشه، امنیت روانی و آسایش خاطر رو تقویت میکنه، میل به شرکت در فعالیت‌های گروهی رو افزایش میده، بیان احساسات خود و درک احساسات دیگران رو آسان‌تر میکنه. یک دوستان یک توضیحی برای ما بدن درباره همین چند خطی که من گفتم، لطف کنید، لطف کنید سهم بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که گفتیم از جمله اثرات همدلی، یکی بوده که امو مواجب آرامش و قوه ادراک فرد افزایش میده. یعنی خودم یه وقتی که ما امرای شخص همدلی میکنیم باعث میشه که مو احساس آرامش در وجود از او به وجود بیایه و همچنان امو قوه درک، یعنی درک کردن از او زیادتر بشه و همچنان میگیم باعث میشه که او اعتماد به نفس از او زیادتر بشه و میگیم که باعث میشه که او هم احساسات خود بیان کنه و همچنان احساسات دیگران بتونه بهتر او درک کنه. یعنی وقتی که یک شخص احساسات خود برای یک شخص دیگه بیان کرد، او میتونه امو احساس از او شخص را درک کنه، درسته؟ و او میل به شرکت کردن به امو فعالیت های گروهی از هم زیادتر میشه. بله بله، چون احساس نمیکنه که تنهاییه، چون احساس میکنه یک انسان دیگه ای هست که به اون داره توجه میکنه و دید اون نسبت به دیگر انسان ها متفاوت میشه. البته یک چیز خیلی مهم که هست اینه که خیلی مواظب باشیم زمانی که همدلی میکنیم، اگر یک چون روابط انسانیه، روابط انسانی میتونه یک روز خوب باشه، یک روز میتونه بد باشه و متشنج باشه. اگر با یکی با شما همدلی میکنه یا شما با یکی همدلی میکنی، اگر راز و مسئله ای رو میگن، این همیشه یاد شما باشه که اگر شما در یک بحران یا از اون شخص ناراحتی بگیرید راز اون شخص رو بخواید افشا کنید، در حقیقت بزرگترین خیانت در عرصه انسانیت و روابط کردید. خیلی مهمه، خیلی باید مواظب باشه. و حتی یه قانونی در دنیا هست به نام قانون علت و معلول. ما میگیم علت و معلول، حالا خارجی ها یک اسم دیگه گذاشتن به نام قانون کارما. یه قانون علت و معلول دقیقاً برای ما شما روشن میکنه هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کن. یعنی اگر شما بیان یک عملی رو انجام بدین، جواب از اون میگیرید. هیچ فرقی نمیکنه که در این دنیا یا در دنیا دیگه. و حتی خیلی واضح قرآن برای ما شما نظر عقلتی میگیره، میگه هر آن کاری که بکنید برداشت میکنید. حالا در همین دنیا جای دور نمیدیم، همین جایی که هستیم، شما اگر با لطف خوش برخورد کنید، جواب خوب و مهرآمیز رو دریافت میکنید، پر از محبت دریافت میکنید. هیچ وقت اینطوری نشده که شما با لبخند سلام کنید و بعد بگید هیچ وقت، مگر اینکه طرف واقعا مشکل داشته باشه. و کسی هم که مشکلی داره حتما چهره عبوس و ناراحت و دیگر غمگین هست. اگر شخص مشکل نداشته باشه هیچ وقت به این حالت نیست، خیلی نرمال هست. پس این قانون برای ما دقیقاً مشخص میکنه که اگر شما توپی رو به دیوار بزنید، بازگشتش به سوی خود شما هست. اگر شما هر کاری بکنید به همون روال، این قانون طبیعته،
این قانون از من نیست، از یکی دیگه نیست. انا لله و انا الیه راجعون. به سوی ما بازگشت میشه. یعنی پس دوباره برمیگرده. عمل و عکس العمل. این اصلا قانونه. حتی قانون الهی دیگه قانون برمیگرده میاد به پسش. پس شما اگر هر روالی هر به هر ترتیبی ارتباط بخواید به هم بزنید، به همون روال به همون حالت به سر شما میآید. یعنی اگر خوب باشید خوب می خوبی میآید، اگر بد باشید بدی. مثبت فکر کنید مثبت، منفی فکر کنید منفیه. دقیقاً واقعیت همینه. شما اگر که چطوری با این حالت مثال بزنید از احساسات از افکار، شما اگر فکر میکنید فکر مثلا من فکر میکنم انسانی شایسته و خوب هستم، به درد بخورم. احساسی که در من ایجاد میشه چیه؟ شایسته بودن، انرژی. دیگه چی میتونه باشه؟ مثلا شما فکر کنید آدم خوبی، به درد انسان های دیگه میخورید، احترام به دیگران، دیگه خیرخواه، احساس خیرخواهی بر شما پیش میاد. یعنی دوست دارین خیرخواهی کنید بیشتر. رفتار شما چیه؟ رفتار چیه؟ شاد. آدم شادی هستی. آدم شاد. آدم سرحال. دیگه آدم دست و دلباز میشین. با شخصیت خیر. درسته، خیری میشین. پس ببینین فکر احساس شکل میده. احساس میاد چیکار میکنه؟ رفتار. پس فکر، وقتی من فکر میکنم یکی چطور میگم اعتماد به نفس میاره بالا. وقتی یکی با من همدلی کنه یا با دیگران همدلی کنم، احساس فکر میکنم پس من انسانم. به من یکی داره توجه میکنه. احساس ضعیف بودن دور میشه، احساس تنها بودن دور میشه، احساس ای برای پس وجود میکنه که من یه سری توانایی داره باور میکنه. چیکار میکنم؟ رفتار به طبق احساس نمیشه. حالا برعکس هم اینطوریه. شما اگر هر گونه فکر کنید مثل همین الان به یک میوه ترش فکر کنید، به یک میوه دهن ترش، چه اتفاقی افتاد در شما؟ پس ببینید شما فکر کردین، احساس ترشی در خود رو ایجاد کردیم و بعد آمد رفتار. رفتار چی بود؟ بزاق دهان ترشح شد. بقیه این نوع افکار، بقیه این نوع حالت ها و احساس های خود رو همینطوری شما در نظر بگیرید، داخل همین قانون بگذارید. بعد موقع متوجه میشین کجا چه کار کردین. اگر مسئله پیش میاد بکشین دیگه هر کجا. خب ببینیم چه افکار خود چی میگه. خب موانع همدلی چی هایی؟ انتقاد. انتقاد. وای 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 درباره انتقاد طرف هر چی چشم به شما باز نوبت میده، طرف هر چقدر که دلش میخواد از یکی دیگه میاد میگه بعد از اون که میبینه طرف ناراحت میگه خب آدم باید انتقاد پذیرم باشه دیگه. بابا تو چی گفتی؟ چی چیکار طرف نگذاشتی؟ میگه هر چی بود گفتی دیگه. حتی خیلی وقتا در روابط، در آیین روابط، در روابط انسانی میگن سعی کنن تو انتقاد نکنیم، برسانید مطلب پیام یک ظرافتی که آسیبی به شخصیت نرسه. ولی ما این کار نمیکنیم متاسفانه. ما بعد اون بوستری میگم خدا این چطوری شد؟ چه جوری شد؟ چه کار کردی؟ اشتباه کردی تو، این کارو کردی. حالا از نظر فکری طرف مقابل درست بوده. او خب هر کس به اندازه خود فکر میکنه. مثلا من فکر میکنم اگر کمی بارکر به اینجی بگذارم درسته. شاید شما فکر کنید که نه این جاش نیست، اینجیه. خب ما میگیم درست همینجا. خب این کسور همینجا بذاره. چه میداره؟ چه آسیب برسانه؟ اگر این قرار آسیب برسانه خب پس راه داره. به جایی که انتقاد کنیم میتونیم خود ما هم یه رضایی بیانیشیم. بعضی وقتا ما به جایی که یه کار خود ما انجام بدیم که بشیم الگو، چه اتفاقی میفته؟ خود ما میشیم عامل خرابی. نمونش در خیلی از مسائل، خیلی از بزرگترهای ما میگن دروغ بده، برای خود نشه دروغ میگن. پدر مادران شما از طفل خورد خود خود نالان شکایت میکنید که چرا دختر به پسر به دروغ میگه؟ به خاطر خود شما دروغ گفتید. یاد گرفته برای راحتی. وقتی ما دروغ میگیم به فکر این هستیم که
نباید دیگران دروغ بگو، ولی عملا برعکسش رو می‌کنی. عملا می‌بینی کار انجام می‌دی. پس ما دقیقاً برعکس اون چیزی که گفتیم انجام دادیم. پس توقعی هم نباید داشته باشیم. و بعد انتقاد هم می‌کنیم. همیشه میگن کسایی که انتقاد می‌کنه اینطوریه. انگوش همش. در واقع سه تا انگوش دیگه خودشه. چهار تا. اون فرض. سیستم کاربرد. ما داریم در زمان بدن داریم اگر این حالت اشاره کردن امریه و اصلا خوب نیست این حالت محترمانه ترین حالته بفرمایید شما توضیح شما بگید این حالت هم حالت امریه مؤدبانه تر نیاز شما نظر شما چیه کسایی که معمولا این موردی سوال میکنن با شما محترمانه داره حمل میکنه ولی این حالت اعتراض و خشم و نادرستیه اصلا جالب نیست اصلا جالب نیست مثلا حتی دست دادن ها در زبان بدن داریم کسی که به این ترتیب دست میده انسانی هست دو طرف قضیه رو میبینه دو طرف شخصیت اون یه شخصیت داره من شخصیت دارم خوشو دست بده میبینه به این ترتیب این چی درسته خب بعد یک حالت دیگه است شخص میاد این حالت ایجاد میکنه یعنی غالب بودن خود میخوای نشان بده یعنی من غالبم ولی اگر می کار کنم یعنی میدارم نشان بده من غالبم یعنی ما آدمیم که به غالب بودن فکر میکنه یعنی باید حرف من رو بپسید یا اگر به این طریق بعضی ها هستن اینطوری اصلا خودشان دست میدن یعنی ما آدم منفعید و مشکلی میپسید سمیمیت و مهربانی رو میخوای بیشتر انتقال بده حالا از ما بگذاریم یه بحث همدلی البته هرچند که در همدلی خیلی تاثیر داره ببینید کسایی که مهارت همدلی اینا خیلی خوب میشه از نظر کلن رفتاری و نوع برخوردها حتی از نظر زبان بدن هم تو تغییر میکنن چون گفتیم نباید ظاهری باشه اگر شما واقعا بلد باشی گوش کنی گوش میکنی یعنی اگر هر چقدر شلوغ بود باشه شما اجازه بدید همین چیز کم کرده باشید شما بگید مثلا تلاش میکنه از بین سلسله ها بکشه کنار حتی همون بنده خدا رو تلاش کنه ولی اگه نه آدم میگه باشه که مثلا گوش کردن بلد نباشی دیگه به چیزو فکر نمیکنی همه سلسله میکنه تو هم میگی هم میگه قراتی میشه زبان بدن و افراد حتی متفاوت میشه سعی میکنه حالت مثبتتر انعطاف پذیرتر به نوع افکار ناهمخوان منعطف میشه انتقاد نمیکنن کسایی که همدلن انتقاد نمیکنن اصلا همدلی نباید انتقاد صورت بگیره نباید بگید چرا تو همین کار کردی؟ چرا یه جور رفتی؟ خب اجازه بدین توضیح بخواییم علت چه بوده؟ چطور شد به این نتیجه رسید؟ ببینید وقت ما چرایی میگیم رو بودیدی؟ بگید بگید چطور شد در این نتیجه رسید کار انجام دادید؟ به نظر خودت خوبه یا بده؟ بگذاریم ببینیم طرز فکر طرف مقابله اگر ما طرز فکر طرف مقابله شنیدیم بعد اون موقعی که ما متوجه میشیم خب این طرز فکرش ما همون حد گونه از اینیه دیگه مثل از این اموره که ما از بچه خوب توقعی رو داشته باشیم که برای ما چه اتفاقی بیافته چه کار کنه بشینه پای یک برنامه خیلی مهم بعد اون برای ما تفسیر کنه با چه 4-5 ساله مثلا هر کسی باید به اندازه توان و درکش از اون توقع داشته نه بیشتر و خیلی وقتا میگن اصلا نباید توقع داشت از انسان چرا؟ انسان باید از خود تو توقع داشته باشه پیش برچسبدن برچسبدن عادت ما افغان ها متاسفانه چیزی نادیده استاد بچه‌ها چی؟ یک لقب یک اسم به طرف اضافه میکنن مثلا در افغانستان به خانوما چی میگم؟ سیاست مگه ما سفید سریم ما هم سیاسریم ولی خب سر دیگه سیاه دیگه حالا درست سفید میشه خب ما خانوم هم سفید میشه مثلا ضعیفه ایرانی واسه میگفتن ضعیفه ناقص و لب حالا میریم روی اطفال سیاگر چوچورک خیلی چیزا خیلی بچسبای مختلف یا نرمرو قرقرو یا خیلی چیزهای دیگه ببینیم این چیزها جوکماننده ایجاد خنده میکنه اینا ایجاد خنده میکنه خب خیلی لذت میبینه ها 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 یارتان میگه ولی آسیب های شخصیتی در آینده برای اون طفل
شما خبر نداری چه اتفاق میفته. باز فردا که بزرگ شد دقیقاً طبق عنوان خود زندگی میکنه. دقیقاً طبق عنوان خود زندگی میکنه. واقعیت داره. من دو انسان بیشتر چهار سه تا دو تا پنج تا انسان شاهد این بودم که پنج تا انسان با کودکی اونا بزرگ شدم و اونا طبق برچسب هایی که گرفته بودن همتون شد باورد کن خیلی های دیگر رو میبینم با همون عنوان و برچسبی که برازو داده میشه طبق همون زندگی میکنه میپذیره جزء شخصیتش میشه اینا موانع همه مثلا وقتی داری همدلی میکنی یک دفعی نگیره خب سیاگنگ خود منی دیگه خیر باشه حالا مثلا دفعی من رو خدا حافظ آخه این هم دیگه بچه هست بود بعدا من این قرار باشه هر چیز رفت میدیم خب نمیشه وضعیات ما شما باشه اگر که بچه هست میزنیم باید متوجه باشیم به چه اشتباهی داریم اگر به کودکان پس برچسب بزنیم شخصیت آینده اون رو دقیقا هم مدلی میشه چرا میپذیره دیگه ما همینطور نصیحت کردم به نظر من تو باید این کار رو بکنی بی به نظر من تو باید به اینجی بری این کار رو بکنی یه رو نخوری یه رو بکوشی اصلا اشتباه هم یعنی طرف مقابل خوب نفر مقابل انگار قوت و قروت دیگه چی نمیفهمه دیگه هرچی هست دیگه این بند خدایی که داره هی میگه نصیحت کردن اشتباه هست اشتباه هست اشتباه هست نصیحت نکنید نه در قرآن سوره شورا داریم نه سوره نصیحت مشوره نه مشوره اصلا تو اصول داره شرایط داره هر کس نمیتونه مشوره بده هر روانشناس هم روانشناس نمیتونه باشه هر مشاوری هم مشاور نمیتونه باشه یک واقعیتیه گفته ها چی بود؟ عطار بود؟ خلیان بود؟ کی بود؟ عطار بود که میگم هفت شهر رو شاگشتم خلیان بود خلیان هنوز اندر خم یک کوچه همیشه چیزی بود بر صورت پس ببینیم که ما عادت ما هست که اگر یک کاری به یکی از ما میاد نظر میخواهیم نظر شهرت نظر میخواهیم نظر ما میخواهیم به نظر چطوری؟ به نظر بگه خوب نیه تو باید این کار رو بکنی مثلا بیچاره زندگی دل بد میکنم آقا عجب قدر دیگه شما آمد نظر خواستیم من نصیحت کردن متاسفانه در خون بزرگترهای ما هستن یعنی اگر به بزرگتره خانواده باشه یه حالت رو سعی میکنیم داشته باشه ولی نباید داشته باشیم این دلیل برازی نمیشه که بگیم به بزرگترها نباید احترام بگذاریم نباید از نظراتون استفاده نه نصیحت کردن متفاوت از نظرخواهیه بزرگی توی خانه حتما نظر شما صحیح نیست خیلی وقتها یک جوان بهتر از یک آدم بزرگ میتونه تصمیم بگیره میتونه کار پیش ببره پس میدان بدیم مجال بدیم فرصت بدیم خیلی وقتها این حالت در فامیلای ما انجام شده و میشه هم خودمون این کارو میکنیم نصیحت نباید به هیچ عنوان انجام بشه پس نصیحت کردن صحیح نیست همدلی رو دور میکنه گفتم سوال می بود که ما ترس ارنا و شرایط نباید به کسی نصیحت کنه اصلا نصیحت نداریم مطلق نصیحت نیست تا قبل از 12 سالگی هر نصیحتی داری بکن خواهر من بعد از 12 سالگی به هیچ کس نصیحت نکن باهاش همدلی کن میخوای کمکش کنی میخوای مشکلش برطرف شه باش همدلی کن همدلی رو توضیح دادیم همدلی کردن رکن اصلیه چرا چون شما با همدلی میذاری کم کم اون چیزی که میخوای به ذهنش تزریق کنی ولی نصیحت کردن این کارو بکن نمونش به شما مثلا بگو شما اصلا دوست نداری یه کار انجام بدی خواهر من بعد اینو به اینجا بگذاری اونم اینجا نگذاری اونم برده ببر گوشون بیار من به نظر من این کار خوبه که شما انجام بدید به نفع خدا و رسول گفته این کارو بکن حالا شما چی احساس داشت شما پیش در یک جمع باشه حالا احساس ضعفی به وجود میاد احساس ضعف میکنید چرا چون اول توی جمع احساس میکنید که شخصیت زیر سوال رفت در تنهایی اگر یه اتفاق بیفته احساس میکنید
چقدر من بی‌ارزشم، چقدر ضعیفم که بلد. یعنی یکی دیگه میاد برام میگه چه کار بکنم، چه پس خود به چی شدم، توانایی خود به چی شد، اونجی که احساس ضعف میکنه شخص. پس استاد میبخشیم این چیز که ما وقتی که یک کار میخواییم انجام دادن قبلا و داره دوستمان هم همین کار انجام میده، در حال که ما متوجهیم که همین کار به نقص از اونه، پس ما اگر بر از اون نگیم پس این نه. در میان گذاشتن تجربیات خود فرق میکنه با نصیحت کردن. شما تجربیات خود خود رو میتونه شریک کنید، بله من یک کاری رو کردم همین اتفاق افتاد، حالا بگذاره خودش تصمیم بگیره که بکنه یا نه. ولی اگر بگید نه به نظر من تو هم نباید بکنی، چون احتماله شاید به شما اون کار جواب نده ولی دوست شما انجام جواب بده. ما در شهر هزاران دکان داریم، مثلا در یک راسته 100 تا دکان هست 10 تا موفقه، 90 تای دیگه چرا ناموفقه؟ آیا دلیل بر ازی میشه که دیگه 101مین دکان باز نشه؟ نه، هیچ دلیلی نیست. چطور شده مثلا اون 10 تای دیگه موفق بودن بقیه نتونستن؟ اینو مسائل شخصی میشه، شاید اون کار به شما جواب نداده ولی دوست شما با یک ایده جدید، با یک طرز فکر جدید بیاد از تجربه شما استفاده میکنه، اون انجام بده میره میشه. به خاطر اینکه نصیحت نکنید، چون نصیحت منجر میشه که طرف پیشرفت نکنه. نکنی یا من این کارو کردم اشتباه میکنی، نری به اونجی، نری یا این کار یا این سرمایه نگی. نه، شما میگی بله من اومدم این کارو کردم همچنین نشان شکست خوردم. شما تجربیات با او در میان گذاشتید، حالا او میره فکر میکنه آیا من انجام بده یا نه. اگه آدم ریسک پذیر باشه میاد ازت میپرسه خب تو چه کار کردی شکست خوردی؟ شما میگه تجربیات خور میگه اما میگه از شکست شما درس میگیره، او کاری که شما کردی رو نمیکنه، موفق هم میشه. موفق یعنی همین، یعنی ما از شکست های دیگران درس میگیریم. پس شما تجربیات خور فقط در میان بذار، چون نمیتونی بهش بگی که این کار بکنه نه اشتباه. بعدی میشه که به هر کس همدلی کنه. همدلی کنه. بله، با تمام انسان ها. با تمام انسان ها. ما باید همدلی کنیم. با چه مسلمان چه غیر مسلمان. انسان باید باشه. پیغمبر خدا با انسان ها همدلی میکرد. به خاطر همون جذابی و تمام دوست داشتن. رو سرش خاکستر میریم. مشکل نداشت. ظرفیتش رو داشت تعمل کرد. بعد وقتی مریض شد رفت باش همدلی کرد. نرم بگه نعوذ بالله، نرم نعوذ بالله، نعوذ بالله، نرم بگه آب بیا که دستات رو مثلا بوس کن تو مریض شد یا آب میبه. نه، رفت به بزرگواری خود خود رفت با اون نشست صحبت کرد. نه اگه اومد به روی از روی تو خاک ریختی ما آمدم حال نگاه کن، نه هیچ وقتی کار نکرد. آمد جویای احوالات از آدم شد، از پرسید مسائل پرسید و بعد وقتی دید اینقدر یه آدم بزرگواره نوکری شکرد. پس ببینید همدلی جذابیت میاره. وقتی شما آدم همدلی باشه خود به خود محبوب میشه نه مشهور. شهرت در ظرف 24 ساعت هم میتونه بدست بیاد، در ظرف 1 ساعت یک کمربند انتحاری بسته کنید، بعد چند تا تلویزیون رو خبر کنید، بنویسید سر یک چیزی که مهم است خود چه، بعد ببینید که شما در افغانستان ظرف 1 ساعت مشهور میشین یا نمیشین. ولی محبوبیت خیلی فرق میکنه. ما از همدلی میتونیم به محبوب شدن برسیم. یعنی کسی که همدل هست همیشه تو دلای مردم هست، ولی مشهور نه خیلی همیت نداره. امروز هست فردا نیست، یکی دیگه بود میکار دارم. ولی آدم محبوب همیشه تو دله، هزاران سال هم میگذره بازم یادش میکنم. سه حدیث پیامبر میگردن نصیحتون یه به چی برمیگرده؟ ببینید لغت ها خیلی متفاوت میشه، لغت ها معانی متفاوت داره. زبان ما عربی نیست، عربی هر لغتش میتونه ده ها معنی داشته باشه. وقتی صحبت از نصیحت در اونجا میشه خیلی متفاوت تر از اون چیزی که ما داریم فکر میکنیم، خیلی متفاوت تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. مثل بعضی از لغت ها هستن که ده تا معنی دارن. مثلا حالا ما عربی بلد نیستم ولی انگلیسی مثلا تیک ای مثلا دقیقا ما رو میگم عربی بلده، ولی مثلا انگلیسی میگم مثلا get 20 تا 30 تا معنی داره. اونجی هنگ میکنه آدم وقتی دکشنری میبینه نگاه هنگ میکنه که کدوم معنی از اون جمله برای جمله برابر میشه. حالا نسبت به نصیحت کردن ما میگم ما واژه ها رو لغت ها و الفاظ تحت لفظی نمیتونیم در بیاریم با آسانی، اصطلاحیش کردیم.
خیلی واژه ها رو مثل همون جنس و جنسیت که توضیح داده برای شما ما میایم اصطلاحی شروع میکنیم کار میکنیم فکر میکنیم اگر نسبت به قضیه این مدلی برخورد کنیم نصیحت کنیم درسته در حالی که نه ما نصیحت هم حالا نصیحت کردن ما هم جالبه نکن بکن اینجا برو اینجا نرو این بخوری نکن خود مشکل ساز و بعد اغراق کردن یا بزرگ کردن مشکل مثلا معذرت فقط به من اجازه بدید کمی سلاید خلاص کنم بعد سوالا شما رو میگیرم اغراق کردن بزرگ طرف داره مشکل خور میگه ها باز میگه این خیلی سخته این حل نمیشه خلاص تمام شدی اغراق میکنه کلام میکنه مشکل طرف بیچاره بیشتر میترسونه بیشتر رو ناامید میکنه آقا تو آمدی همدلی کنی نه آرومش کنی نه اینکه بدترش کنی بی اهمیت و کوچک کردن مشکل آقا این که مشکل میگیره اونش تو هم به چه چیزهایی گیر میکنی این مثل یک چی میگم؟ کاهیه مسئله اینجیه میگه که به مشکل خورده میبرم مثل کوهه پس نه خیلی بزرگ کنیم نه خیلی کوچیک کنیم قضیه رو همون حده همون چیزی که بیاریم از دید از اون به قضیه نگاه کنیم ما شما همه سردردی تارو تیک کردیم اگر یکی بگه سردرد رو دقیقا میفهمیم سردردی یعنی چی چقدر سرده اگر یکی بگه دندون دردی خیلی سخته اونجا خیلی راحت درک میکنیم قضیه رو نه؟ چرا چون خود میکشید حالا بعضی چیزا هست که ما اونا رو با اونا مواجه نشدیم سعی کنیم همه حالت در خود رو ایجاد کنیم یعنی بیاییم از دید از اون شخص دنیا رو ببینیم ببینیم واقعا این چه مدلی فکر میکنه این هنره گفت سخته و باید روش وقت بگذاریم یک هفته برای شما وقت میدیم بخاطر همینه که شما سر هر مسئله که صحبت میشه بحث میشه فکر کنید تمرین کنید درونی کنید به رخ کشیدن و مقایسه کردن تو به یه چیزا گیر فلانی رو میگم یا مثلا در فامیل در خانواده های عزیز پدرها مادرها خیلی مقایسه میکنن دو دقیقه نمیشه 10 دقیقش کنه بحث کنه خیلی وقتا پدر مادرها این مقایسه ها رو انجام میدن بچه فلانی ببین دختر فلانی تو اندازه از اون نمیشه یه حواسه تو مصرف کردیم نتونسته به جای برسید این اشتباهه هر کس در جایگاه خودشه هر کس با توجه به توان خودش زندگی میکنه پس توقع اضافی نباید داشته باشید سرزنش کردن تو اشتباه کردی نباید این کار میکردی تو اصلا کلن بس و خرابه نصیحت کردن راهنمایی کردن و ارائه راه حل حتی راهنمایی و ارائه راه حل نباید انجام بشه این شاید خیلی ظالمانه به نظر برسه خیلی سخته ولی فوق‌العاده جواب بده شما دوست دارید یک نفره یه کاری کنید که همیشه سیر باشه یا یک بره بهش قضا بدید همیشه سیر باشه یک دفعه بشه همیشه سیر باشه درسته؟ دقیقا وقتی ما رای حل برازو یاد میدیم خب رای حل ما بلدیم دو احتمال داره یا امکان داره روی او تاثیر کنه یا احتمال تاثیر نکنه اگه تاثیر نکنه خب بدتر میشه دیگه بعضی دیگه به شما اعتماد نمیکنه اگر تاثیر کنه بازم پس دوباره به سراغ شما وابسته میشه اونجی اگر تاثیر نکنه پس اعتماد از بین میره ولی اینجی اگر تاثیر کنه وابسته میشه به شما پس باید چیکار کنیم صحبت اینجی با خودش هی پیش بریم آهسته مشکل پیدا کنیم بعد کم کم ازش بخوایم راه حل های مختلف به نظر خودش بگه چه راه حلایی در نظر داری خب راه حلات اینایی نمیشه میکنه. راه حلایی که نوشته کرد به چالش میکشید کم کم طرف به او باور میرسونید که کدوم راه حل انتخاب کنه به خودش بگه مالی فرمید باید ای راه حل زمانی که به این حالت رسید اونجا که ما میتونیم مطمئن بشیم همدلی کردیم درست شد؟ مهمترین تکنیک های همدلی چیه؟ گوش دادن فعال که از صبح داریم راجع به صحبت میکنیم انعکاس احساسات، انعکاس محتوا یا معانی، انعکاس تلخیصی یعنی به شکل خلاصه چیزایی که گفت در پس به خودش بگی ها من متوجه شدم همه چیزا رو شما گفتی درسته ازش چی میخوای تصدیق میخوای که حرفاش درست درک کردی فهمیدی تمرکز بر کلمات احساسی توجه به محتوای کلی پیام مشاهده زبان بدن پرسیدن این سوال از خود که اگر من چنین وضعیت رو تجربه میکردم چه احساسی داشتم با خود همیشه فکر کنی اگر فلان دیگه واقعا من چطور میتونستم باشم چطور حالت باشم اینا خیلی مهمه و راهکارهای تغییر تعاملی هم که انشالله بگذاریم برای هفته بعدی و جلسه بعدی ما انشالله راجع به دیگه مسائل صحبت خواهیم کرد شما اعضای داخل خانه و همچنین سالن به خدای بزرگ میسپارم خداوند نگهدارتون